سرمده میخواهش کنم که مرا در چوکی اول دستان بشانم که درست تختر ببینم. من امروز خوشبختانه حدیثه جان را با خود در استودیو دارم. حدیثه جان، شما را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. تشکر. خوشحال هستم که اینجا همراه شما هستم. تشکر. وقت بکنه برنامه خوبی داشته باشه. تشکر. حدیثه جان، شما کس هستین که امروز به بعض قله های موفقیت که آرزو کرده بودین رسیدین و سوالات های زیاد بر شما هم فراهم است، آیا شما خود را معلول خطاب میکنین؟ تا ما در افغانستان بودم، معلول بودن ما یک چیز منفی به ما بود و ما همیشه در افغانستان فکر میکردم که یک چیز بسیار بسیار منفی است و ما را باعث ازی شده که ما از بعضی چیزها استفاده نتونم در جامعه افغانستان. ولی از زمانی که در انگلیس آمدیم کوشش کردیم که مایندست ما تغییر بسیم و بیشتر یاد گرفتیم در مورد خودم و این قبول دارم که من معلول هستم، ولی نه به این منفی نمیخوایم که ایله پیشه کنم، چون معلولیت هیچ چیزی ما کم نکرده در زندگی. بسیار عالی. شما درباره افغانستان صحبت کردین، در افغانستان چی خاطرات دارین و چرا تگ احساس در مقابل افغانستان دارین؟ در افغانستان، در جامعه که ما زندگی میکردیم و من زندگی میکردم، معلولیت و معیوبیت خیلی یک اما چون که گفتم چیز منفی است و این باعث میشه که کسایی که با یک چیزی تغییر به دنیا آمده باشن یا در جنگ یک تغییر آمده باشه در ظاهرن، اینا بسیار خود تنها احساس میکنن، چون ما وقتی تنها احساس میکنیم به خاطر این است که جامعه بیشتر ما را قبول نداره به حیث یک فرد جامعه و بسیار چیزهایی است که در راه ما است که نمیتونیم پیشرفت کنیم. از دیدگاه شما وقتی که میگین جامعه، آیا جامعه بالاخره به فامیلتان هم سرایت میکنه؟ روی و روش فامیلتان هم با شما شخصا بود؟ ما از کلکی به پدر مادرم و فامیلم که برادرهایم و خواهرم میباشن، همیشه اونا من را سپورت کردن، همیشه پشتیبانم بودن. ولی وقتی جامعه میگم، کسانی را میگم که نزدیک من بودن و یا در روزانه امرای اونا سر کار داشتیم، اینا بیشتر اوقات به رویهی که میکردن با من درست نبود و او را خود من میفهمیدم که درست نیست. و وقتی خود ترک بودم، حتی از نزدیکترین کسانم به پدرم آمده بودن، گفته بودن که باید توی دختر باید یک جایی رها کنی، چون حال خورد است، نمیتونه خانه رو پیدا کنه و اینطوری از شرش خلاص میشیم. با پدر شما گفته بودن که شما رو باید از یک جایی رها کنن؟ بله، گفته بود دیگان بازار جایی بیروبار رها کنن، اینطوری میشه که مثلا از شرش زود خلاص شدیم. و جواب فامیل شما دیم موضوع چی بود؟ پدر من همیشه، اما تو که گفتم، پشتیبان ما بوده و همیشه مرا احترام گذاشته برای من، برای تغییری که من دارم از دیگرها، و هیچ وقتی گپ قبول نکردن و برای کسی که این پیشنهاد داده بود گفته بودن که اگر این نظریه تا گفتی الان، ولی اگر با می فکر پیش رفتی ما و تو باید قطع کنیم، چون رفت آمد ما رو، چون من دوست ندارم دخترم با در جایی باشه که همیشه برای چیزای منفی بگوین یا چیزای بسنجن که در نقص دخترم باشه. غیر از این مشکلی که شما گفتین، اقاربتان های کدام رویه و روش اقاربتان در کل چه قسم بود وقتی که به یک محفل می رفتین یا در با فامیلتان؟
وقتی در پیشترم گفتن جامعه ما برای ما در افغانستان جامعه وقتی میگم کسایی بود نزدیکانم بود، مثلا امه‌ها، کاکاها، ماماها و خاله‌ها و همصنفی ها، حتی دوستای. و همیشه در وقتی ما محفل میرفتم یا یک مجلس میرفتم، برای ما امروی ما کسی هیچ وقت رویه خوب نداشتن. همیشه میگفتن هیچ را اینجا آمده، یا باید تو یک جای گوشه بشینی، یا اینکه مثلا تو چرا این قسمی لباس پوشیدی و ایده تو نمیخوانه، تو چرا باید اینجا باشی. یا بعضی اوقات بر خودم میگفتن، ولی میدونستن که من جوان هستم، زیاد در قصیش نبودم، جوان بودم. اینا میرفتن به پدر و مادر میگفتن و من مطمئن هستم این گپ ها بسیار پدر و مادر من رنج میدادن. آیا گاهی این گپ ها بالای پدر و مادرتان یا بالای فامیلتان تاثیر کرده؟ بله، تاثیرات خود داره، ولی تاثیرات خود داره. مثلا وقتی من 18 ماه بودم، برای مادرم گفته شده بود که باید این دختر مثلا دیگه قسم از گیرش خلاص نمیشی، باید این یک چیزی بسی که خودش بمره، در مردن خودش اینطوری آسانتر است. و هیچ وقت پدر و مادرم همیشه باید این چیزها را گوش میکرد یا میشنید از مردم همیشه، ولی در اصل مهم گپی است که همیشه پشتوان من بودن همیشه. ولی من همیشه احساس میکردم که به ما از دید از این نگاه نمیشه که یک دختر است در صنف 10 است یا صنف 9 است یا مثل دیگر هم صنفی های خود است. برای ما همیشه میفت حدیث بیچاره، مثلا اینجا بشینه یا اونجا بشینه. و از نگاه سپورت که باید مکتب برای ما آماده میکرد، ما هیچ وقت سپورت نداشتیم. در افغانستان در مکتب که بودم، من یگانه چیزی که میتونستم بکنم که خودم در امروی درستایم کمک شمم، این بود که از استاد یا از سرمعلم خواهش کنم که مرا در چوکی اول دستان بشانم که درست دختر ببینم. و بیشتر از اون سپورت زیاد ندیدم، فقط سرمعلم یا معلم بر دیگر را میگفت و حدیثه را مثلا امروی حدیثه خوب را بیا کنین. ولی ما آیا گاهی با این هم روبرو شدی در افغانستان که با کدام لقب صدا کنند؟ بله، من خود که بودم کلان شده که رفتم، فکر کنم من به مردم وقتی میگفتن بیشتر خود میگفتم چرا ایگه به مردم میگن دانشان چوب میگردم. ولی خودتر که بودم نامای به من، لقبای به من گذاشته بودن، مثلا بلا میگفت خورترک ها همسین سال های خودم در کچه ها، یا مثلا یک نامای دیگر نامای میگرفتن که به خاطر که من خورد بودم او وقت تأثیر از این زیاد نمیفهمیدم، ولی وقتی کلان شده رفتم دیدم این اصلا تغییر نمیکنه. من تا چی وقت من بیشترم بخندم در ایشان یا بگویم خیر است، این دفعه خیر است. و وقتی من کلان شده رفتم کوشش کردم که در برابر این لقب ها وقتی صدا می زنن بجنگم و برایشان بگویم و چوبشان کنم. بسیار عالی. چی خاطرات خوش از افغانستان داریم؟ یگانه از خاطرات خوشم که از امرای برادرای دوگانه ایم است که هیچ وقت فامیل برای ما احساس از این ندادن که من دختر هستم و برادرم بچه هستن و باید من سنرهای خود باشم و اونا سنرهای خود برن. من همیشه در خانه مثل یک مرد خانه بودیم، مثل همه تو هر کاری که یک بیادر میکردن ما میکردیم. اگر مثلا ورزش کردن، اگر کار کردن، اگر هر کاری که میکردن ما در پالیشان بودم. و یکی از خاطرات خوشم امیال یادم آمد که ما و دو تا بیادرای دوگانهیم یک روز سر تپه رفته بودیم. بعد وقتی که آخر رسیدیم، بیادر کلانم در پایین منتظر ما ماند، گفت که ما منتظر تان هستم، شما بالا شین باز پس بیاین. ما وقتی در آخر تپه رسیدیم، آرسی ما گفتیم بیا از اینجا پیشکان میکنیم که اول میشه. اما تو ما بخاطر که از اونا که کلانتر هستم، خودتان میفهمید که از بالا اگر پایین خیز کنی یا بدوی خراب میشه کار. یعنی مانده که اینقدر احساس آزاد، احساس از این داشتم که یک
دیگه ما آزاد هستم مثل پرنده واره. اما تو آرسی ما خیز کردیم، ما در نصف را دیدم که کنترل خود گرفتن نمیتونم کجاشم، او خدای من کنترل خود گرفتن نمیتونستم و هفتی دام سرم یک جای خورد خون شد سرم. باید اینقدر احساس آزاد بودن و فریدم و اینقدر این احساس برای من زیاد بود که ما پایینشون بر برادر کلانم نگفتم که من از سرم خون کردم. برادرای ما گوش کشه کردم، گفتم گوش کنین از دکتر چیز نبرای خواب پیش کسی اینا گفتن درست اصلا پیش کسی نمیگیم. باز وقتی ما پایینشون بر برادر کلانم هستم تا امروز خبر ندارن. آیا هر دو شما گفتین کفتین، آیا مشکل ازی بود که شما هر دو چشمانتان میبینه یا؟ چشم چپ نمیبینه ولی چشم راستم کم کم میبینه. کم کم میبینه. بس مشکلات روزمره‌تان چه قسم حل میشه؟ وقتی از روزی که اینجا ما اومدیم یگانه خوشحالی ما ای است که من شکر که در این کشور آمدم و تانستم که آرزوهایی که دارم در راهش کار کنم و کوشش کنم که در آرزوهایم برسیم. چه وقت آمدین به انگلستان؟ در 2014 آمدم. ما پیش از 2014 بعضی عملیات ها در صورتم و در سرم انجام شده. دیگه وقتی از 2014 تا آنوز در سردستم کوشش کردیم و اینجا خیلی کشور به نسبت به سپورتی که میتن خیلی خوب است بر همه شاگرده، ولی مخصوصا به ما که ما در پاهنتون میروم سپورت اضافگی دارم. مثلا روز امتحان باشه ما برای ما یکی میاید جدا از همه چیز برای ما سپورت میکنن و کمک میکنن هر روز و بر روزانه ما یا امروی پدرم بیرون میبرایم یا برادرم زیاد هستند دیگه بیشتر چند برادر دارم؟ هفت برادر دارم و بیشتر اوقات از اونها میگم که کمک میخوایم وقتی که یک جای سفر میکنم. شما گفتین پنتون میخوانین، شما کدام بیشتر هم میخوانین؟ من سال اول ماست و نویسندگی و ادبیات انگلیسی رو میخوانم. چطور شما انتخاب کردین که نویسندگی رو؟ البته که قبلا هم تو گفت زدیم و شما گفت زدیم. من وقتی انگلیس آمدم زیاد شوق داشتم که یک دکتر جراح شوم. من میدیدم که چقدر این جراحایی که دکترهای جراحی که ما همکاری کردن کمک کردن چقدر تغییرات در زندگی یک نفر میتونه بیاره و من میگفتم حتما این درس رو میخونم دکتر میشم. و یک سال که خواندم دیدم چیزی نیست برای رشته من نیست دیگه. بعد از او چون از خیلی وقت من نوشته میکردم در خانه همیشه گفتم بیا در درس نویسندگی رو بخونم. اما تو کوشش کردم که در انگلیسی خود زبان انگلیسی خود قوی کنم که بتونم پوینتون رفته بتونم، چون من خیلی دوست دارم شعر نوشته کنم و داستانهای کوتاه نوشته کنم. عالی هم داستان کوتاه نوشته کردیم، شعرهای کوتاه نوشته کردیم. بسیار خوب خیما، علاقه داریم که یک شعر شما رو بشنویم. حتما شعرهای ما بیشترشان دراز است ولی اگر یک کوتاه شبه ما بگوییم. Bear with me. این شعر که هست ما آخر شعر خودم میگم اینجا و این در مورد افغانستان است. شود روزی که بینم بیغم و ماتم بهارت را، به شادی بشنوم آوای گلبانگ هزارت را، خرم و خندان همه شهروندان دیارت را، هرات و ننگهار و فاریاب و قندهارت را. ما یک سرپرایز بر شما داریم. البته بعضی گفته های از فامیلتان ما با خود داریم که بیاین با هم یک جا ببینیم. تشکر. عزیزا جان کست بسیار یک دختر خوب و دختر لایق، بسیار زحمت کش و زحمت میکشه، شبه ها درس میخونه. دختری شجاع، بسیاری دختری دلاور. ما میخوایم عدیسه جان که دخترم که تو بسیار پیشرفت داشته باشی، بسیار کوشش کنی در کارها و در درسهای خود، در همکاری با افغانهای خود، با دوستهای خود. همیشه باید تو یک انسان واقعی باشی، بخاطر از اینکه
بسیار زیاد شجاع دختر هستی و من میفهم که تو بسیار شجاع هستی. انشاءالله که به یک جای میرسی. تشکر. پیام شما نشونیدین، شما چی پیام دارین برای فامیلتان؟ پیام می است که مردم اطفال خود از سن بسیار خورترکی مثل حتی از رحم مادر شروع کنن برای از اینکه اطفال خود چیزهای مثبت یاد بتن و کتاب بخوانن برشان یا چیزهای مثبت و کم کم تغییراتی که در جامعه از مثل آدمهای مختلف، دینهای مختلف و یا هم حتی جنسیتهای مختلف ما باید اطفال ما در مورد از اینا بفهمه تا دارنده بخیر چیزی که مثلا سر ما و کسای مثل ما اومده تکرار نشه. عدیسا جان بسیار تشکر. پیام تا درباره بر فامیلت و بر مردم اکجا شنیدیم. بسیار تشکر، واقعا افتخار ما هستی و بسیار تشکر که از یک رای دور هم اینجا تشریف آوردیم و آرزو داریم که یک روز نتیجه نویسندگی های تا کتاب های تا انشاءالله بخیر شاید باشیم که بخونیم و واقعا افتخار همگی ما هستیم. تشکر بسیار زیاد. تشکر که دعوتم. تشکر.